خب اما چطور یه جمله رو سوالی کنیم؟ همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، کافیه جای فعل و فاعل رو عوض کنیم. مثلا جملات دقت بفرمایید. جمله اول: شپیلست دو فوتبال. خب این جمله به این صورت: دو شپیلست فوتبال، یعنی تو فوتبال بازی می‌کنی. حالا می‌خوایم بپرسیم که آیا تو فوتبال بازی می‌کنی؟ شپیلست دو فوتبال. یا جمله بعد: ایست ار این استودنت. خب ار ایست این استودنت، او یک دانش آموزه. حالا می‌خوایم بپرسیم آیا او یک دانش آموزه؟ ایست ار این استودنت. ایست ار این استودنت، آیا او یک دانش آموزه؟ یا مثال بعد: گهن زی این دی شوله. خب زی گهن دوستان یعنی شما می روید. گهن زی این آیا شما می روید این دی شوله به مدرسه؟ آیا شما به مدرسه می روید؟ مثال بعد: شپرشت ایر دویچ. خب ایر شپرشت یعنی شما صحبت، در واقع جمله اینجوری بوده: ایر شپرشت دویچ، یعنی شما آلمانی صحبت می کنید. حالا خواستیم سوالیش کنیم، فعل آوردیم اول، همین: شپرشت ایر دویچ، آیا شما آلمانی صحبت میکنید؟ بنابراین فقط کافیه فعل بیاد اول جمله تا جمله تبدیل به سوال بشه. اما چطور جملات رو منفی کنیم در آلمانی؟ خب ببینید دوستان، ما یه موقعی هست که فعل رو منفی میکنیم. مثلا میگیم من نمیرم، یا نمیخوام، یا نمیتونم. اما یه موقعی هست که ما اسم رو منفی میکنیم، در واقع جمله رو با منفی کردن اسم منفی میکنیم. مثلا میگیم که من هیچ پولی ندارم، یا مثلا میگیم که او هیچ ماشینی نداره. ببین ما اینجا داریم در واقع هیچ پول، هیچ ماشین، اینجا باید از آرتیکل کاین استفاده کنیم. اگه یادتون باشه گفتیم که آرتیکل کاین همون آرتیکل هیچ هست که برای منفی کردن اسم استفاده میشه، و وقتی اسم منفی بشه یعنی جمله منفی شده. خب اما چطور فعل رو منفی کنیم؟ چطور اسم منفی کنیم؟ اول منفی کردن فعل هست، کافیه به فعل یه نیشت اضافه کنیم. همین مثال دقت بفرمایید: ایش شپیل نیشت فوتبال. ایش شپیل فوتبال، من فوتبال بازی میکنم. حالا میخوام بگم من فوتبال بازی نمی